با سلام از اینجای برنامه زبون عوض میشه و امیدوارم همه با این قضیه موافق باشن و انگلیسی زبونایی نباشن که اینجا با این مشکل مسئله ای داشته باشن. من خیلی خوشحالم از اینکه امشب در جمع شما هستم و خیلی ممنون از میزبانان امشب که از من دعوت کردن که در این برنامه شرکت بکنم. همونطوری که آویده خاطر نشون کرد، شب 25 سالگرد قتل سه رهبر کرد ایرانی در رستوران میکونوس و دوست ایرانیشون نوری دهکردی هم هست و من چند سالی رو سپری کردم و در مورد این واقعه یک کتاب مستند نوشتم و فکر میکنم بر اساس اون کار بود که دوست ما پرویز دستمالچی پیشنهاد کرد که من امشب توی این جمع شرکت کنم. اینطوری میخواستم شروع بکنم به خاطر اینکه یکی از مهمترین سوالایی که در طی این چند سال من باهاش روبرو شدم و مرتبا از من شده و اینم به خاطر اینه که اولین کتابی که من چاپ کردم یک کتاب شعر هست به اسم به خاطر آب که متاسفانه امشب اینجا نیست ولی توی آمازون هست. اگه اسم منو اونجا وارد بکنین کتاب به خاطر آب رو میبینین و اون کتاب شعر مورد استقبال قرار گرفت و این شد که بعد از اینکه من تصمیم گرفتم که راجع به قتل در رستوران میکونوس کتاب بنویسم، مرتبا از من این سوال شد که چی شد که من شاعر تصمیم گرفتم درباره یک موضوعی اینقدر خشونت بار مثل قتل در رستوران میکونوس بنویسم. ناشر اولین کتاب انگلیسی من که یک کتاب خاطرات از دوران نوجوانی من و واقعه انقلاب ایران میخواست که من بخش دوم خاطراتم رو بنویسم. همونطوری که زنان ایرانی امریکایی خاطر نویس مشغول نوشتن بخش دوم کارهای اولشون بودن. اما من که به گفته پدر و مادر خودم همیشه بچه بدقلق و لجبازی بودم، حاضر نبودم که اجازه بدم که موضوع کارم رو ناشر تعیین کنه. فکر کردم که سرنوشت هنرمند و زندگی خلاق او نباید ماشینوار و شماره 1 و 2 و 3 جلو بره. این شد که کتاب اولم در حال پخش بود و من در جستجوی موضوعی تازه بودم که دوستی یکی از بازماندگان واقعه میکونوس، یعنی مهمان سال گذشته شما پرویز دستمالچی، به دیدار ما آمد. من از این بلنگو میترسم. شروع کرد صدا کردن دوباره. تا پیش از ملاقات با پرویز من درباره اون واقعه دانش محدودی داشتم. میدونستم که رهبرای کرد بر سر میز شام به گلوله بسته شدن و صادق شرفکندی، فتا عبدالی، فرج اردلان به همراه نوری دهکردی در آن شب جان سپردند. و میدونستم که 5 سال بعد در دادگاهی در برلین از دولت ایران به عنوان عامر اصلی این قتل یاد شده. اما پس از ملاقات با پرویز، اون چه توجه مرا بیش از هر چیزی به این واقعه جلب کرد، حادثه شب اول و صحنه خون‌آلود آن نبود، بلکه سلسله عوامل و افراد و وقایع کوچک و بزرگی بود که دست به دست هم دادند تا از 60 و چندمین جنایتی که علیه اپوزیسیون و روشنفکران خارج ایران در خارج از کشور صورت گرفته بود، یک استثناء تاریخی درست بکند. در واقع قصه از بهترین قصه های پرتلاطم سینمایی چیزی کم نداشت که هیچ بیشتر هم داشت. چون واقعی بود و چون به رغم آغاز تلخ و غم‌انگیزش پایان تحسین‌آمیز و باشکوهی داشت. شاید شما نیست که پای صحبت پرویز نشستید این قصه را از او شنیدید که می گفت که دوستش نوری دهکردی چطور به او تلفن زده بود و از او خواسته بود که هر طور شده خودش را آن شب به رستوران برساند و پای صحبت رهبران کرد بنشیند و حرفهای آنها را بشنود. وقتی او این روایت را برای من تعریف کرد،
من ناخودآگاه به یاد همه آن موارد گذشته افتادم که دوستی در آخرین لحظه با من تماس گرفته و از من خواسته که در سخنرانی فلان شاعر نویسنده متفکر ایرانی که برای چند روزی به نیویورک آمده شرکت کنم. خواسته به یاد آن روز افتادم که به دعوت دوستی در نیویورک برای ملاقات و میزبانی از محمد مختاری، شاعر، نویسنده و روشنفکر ایرانی که در اوج سالهای خلاقیت خود به قتل رسید، از کار مرخصی گرفتم و به شتاب خود را به نیویورک رساندم. با خود فکر کردم که اگر من به جای آمریکا به آلمان مهاجرت کرده بودم و اگر نوری دکوردی به من تلفن زده بود و از من خواسته بود که در آن رستوران حاضر شوم، حتما چنین می‌کردم. و ای بسا من هم در بلبشوی آن شب گلوله خورده بودم و امروز اینجا نبودم. حرف اصلی من این است که سرنوشت پرویز میتوانست سرنوشت من و یا شما باشد و خاطرات او از آن شب میتوانست خاطرات من یا بسیاری از ایرانیان مهاجر دیگر باشد. چرا که در نهایت اگر بنی آدم ایرانی اعضای یکدیگرند، بنی آدم ایرانی خارج کشوری بیش از هر بنی آدم دیگری و در هر جای دیگری اعضای یکدیگرند و سرنوشتشان در هم تنیده است. به این ترتیب من بران شدم و تصمیم گرفتم که با ناشر خود تماس بگیرم و بپذیرم که کتاب خاطرات دومی بنویسم، با این تفاوت که این خاطرات می توانست خاطرات من باشد اما خب نبود و در اصل خاطرات جامعه مهاجری است که من به آن تعلق دارم. ناشر از این خبر خوشحال نشد، اما نهایتاً پیشنهاد کار را از من پذیرفت و حاصل این کتابی است که می بینید. اما بسیاری از دوستان ایرانی من که همیشه مرا به عنوان شاعر میشناختند و شعرم را دوست داشتند، از اینکه من یک موضوع سیاسی را مورد توجه خود قرار داده بودم بسیار ناخرسند بودند و ای بسا مرا سرزنش نیز کردند. حرف آنها این بود که من خوب شعر میگویم و بهتر است به همان کار شعر بچسبم و در حیطه ادبیات و فرهنگ فعالیت کنم و وارد کار سیاسی نشوم. می گفتند حیف است که شعرت خراب شود. نخستین باری که این حرف رو شنیدم، ناخودآگاه از خود پرسیدم که آیا چنین حرفی به یک مرد شاعر هم گفته می شود؟ آیا مثلا در زمان حیاتش کسی هرگز به احمد شاملو که هم شاعر سیاسی بود و هم در نثر و در شعر ابایی از پرداختن به موضوعات سیاسی نداشت، گفته بود که آقای شاملو بهتر است که به شعر بچسبید و دست از سیاست بشویید چون شعرتان خراب می شود؟ فکر نمی کنم. قصد من مقایسه خودم با احمد شاملو نیست. قصد من معطوف کردن توجه همه ماست به تفاوت برخوردمان به یک نویسنده شاعر زن و یک نویسنده شاعر مرد. حوزه کار مرد شاعر محدودیت و مرزی ندارد، حالان که حوزه کار زن چنین نیست. مرد شاعر با پرداختن به موضوعات سیاسی مورد تحسین قرار می‌گیرد. پهنه شعرش را می‌گستراند و چشم‌انداز خود را وسیع‌تر می‌کند. زن شاعر از جذابیت کارش می‌کاهد و از دیگران اخطار می‌شنود که پایش را بهتر است از گلیمش دراز نکند. اما خاطر نشان کردن این تفاوت امروز اصل مطلب من نیست. من با شنیدن این حرف که شاعر باید به شعر بچسبد و در سیاست دخالت نکند، فکرم مشغول این مسئله شد که آیا واقعاً قلمروی شعر و ادبیات تا کجا می رود؟ و آیا مرزهای شعر و ادبیات آنطور که من همیشه تصور می کردم نامتناهی است یا در جایی به آخر می رسد؟ این سوال خاصه به این دلیل مرا به خود مشغول کرده بود که من در سالهایی که مشغول تحقیق درباره موضوع میکونوس و قتل در میکونوس بودم، در تمام مصاحبه ها، در تمام داستان های جانبی، در وقایع دادگاه و غیره، جای پای شعر را پیدا کرده بودم. من در این حقیقت که رهبران یک مردم ستم دیده مثل کردها امید آینده آنان اینطور به سادگی از دست رفته بود، یک مرثیه می دیدم. من در این که بازمانده آن جنایت، پرویز دستمالچی، کمتر از 24 ساعت حاضر می شود که به صحنه آن قساوت بازگردد و به رغم وحشتی که گریبانگیرش بود و به رغم بیخوابی، ضعف و گیجی که احساس می کرد، در برابر جمعیت و دوربین های خبرنگاران بایستد و بگوید که آمر آن قتل رژیم جمهوری اسلامی است، شعر می‌بینم، آن هم از نوع حماسی.
من در روایتی که سارا دختر نوری دهکردی از پدر خود و از علاقه مشترک آن دو به یکدیگر برای من باز گفت یک غزل دیدم، یک غزل عاشقانه ناب. و پس از اولین مصاحبه ام با دادستان آلمان در دادگاه برونو یوست که تلاش کرد در فرصت بسیار کوتاه به رغم فشاری که از سوی رؤسایش بر او بود معنای خود را به هر نحو سربسته‌ای که بود با من در میان بگذارد، شعر دیدم، شعری که به سبب فشردگی حتما رباعی بود. اصل مطلب این است که چیزی در بیرون از شاعر به نام موضوعات شعری و جدا از موضوعات غیر شعری و سیاسی وجود ندارد و چنین تقسیمی در دنیای واقعی جای ندارد و بلکه این شاعر و نویسنده است که با قرار دادن یک موضوع خاص در حوزه نظر و حساسیت خود آن موضوع را به مایه کار شعر بدل می کند. این مهارت و خلاقیت نویسنده و شاعر است که می تواند از هر موضوعی موضوع شعر بسازد و آن را با قدرت و جذابیت مشاهده خود به ماتریال ادبی تبدیل کند. اما برویم سر نکته اصلی، ریشه یابی این که اصلاً چه شد که این تقسیم بندی موضوع ادبی فرهنگی در برابر موضوع سیاسی در ابتدا به وجود آمد و از کی در گفتمان ما ایرانی ها راه پیدا کرد. براستی چه چیزی کار سیاسی و چه چیزی کار و مشغله و فعالیت غیر سیاسی و فرهنگی است؟ آیا در جهان امروز که در آن وابستگی و درهم تنیدگی انسان ها از هر عصر دیگری بیشتر است، موضوعی وجود دارد که در بطن خود فقط سیاسی و یا فقط فرهنگی باشد؟ به طور نمونه آیا موضوع هوا، ابر، باران، طوفان، سرما، گرما در حوزه موضوعات غیر سیاسی قرار می گیرد؟ به نظر می آید که اگر موضوعی هست که غیر سیاسی هست، همین هواست که همه جا و همیشه هست و همه نیازمند آنند و کارش هم به دولت و سیاست و ملت نیست. اگر هوا بخواهد می بارد، اگر نخواهد آفتابی است. اما از نظرگاهی دیگر هیچ موضوعی این روزها به اندازه همین هوا موضوع سیاست نیست. در آمریکا و مطمئناً در کانادا، آنها که منافعشان ایجاب می کند که به کار در کارخانه های خود کماف سابق با همان سوختهای قدیمی ادامه دهند، معتقدند که گرم شدن هوا یک سیر طبیعی است که بشر در آن دخالتی ندارد. و دیگرانی نیز هستند، از جمله الگور، معاون رئیس جمهور سابق امریکا، که میگوید که متغیر شدن و گرمتر شدن هوا حاصل دخالت بشر است و دولت‌ها باید با هم متحد شوند و جلوی بدتر شدن این وضعیت را بگیرند. از این رو یک موضوع بسیار طبیعی و ساده و کاملا غیر سیاسی امروز جدیترین و تهدیدآمیزترین موضوع سیاست شده است. یا مثلا سالها پیش در فستیوال فیلم‌های نیویورک یک بیننده به کارگردان ایرانی عباس کیارستمی برای انتخاب کودکان در فیلم‌هایش تحسین گفت. اما کیارستمی در جواب به وی گفت که این انتخاب تصمیم وی نبوده و انتخاب هنری او نیست، بلکه او چون نمی‌تواند در ایران زندگی بزرگسالان را در حقیقت خود به فیلم درآورد، چون او باید مثلا یک زن را در تخت خواب در حال خواب با روسری نشان بدهد و این گونه به بیننده های خود باید دروغ بگوید، مجبور شده که از بچه ها در فیلم های خود استفاده کند. به تعبیر دیگر، فیلم و کار سینما با سیاست عجین است و از آن متاثر. در حقیقت هیچ موضوعی نیست که امروز در این دهکده تنگ جهانی مطلقاً سیاسی یا مطلقاً فرهنگی باشد. چنین تقسیماتی اگر زمانی وجود داشت، امروز دیگر عصرشان به سر رسیده. پس چرا بسیاری از ما، بلخص ایرانیان خارج از کشور، اصرار می‌ورزیم که بگوییم ما اهل فعالیت سیاسی نیستیم و فقط به فعالیت فرهنگی علاقمندیم؟ چرا چنین حرفی یا دروغ است یا ناآگاهانه یا نامسئولانه؟ طبعاً چنین افرادی اگر دروغگو و ناآگاه نیستند، می‌خواهند از زیر بار آنچه که شرایط مرفه زندگی امروزشان در خارج از کشور، هوای تمیز، شهر امن، خیابان‌های بی‌آشغال، اقتصاد خوب، جامعه قانونمند و غیره، شانه خالی کنند.
ما اهل سیاست نیستیم حرف کسی است که هنوز در این توهم زندگی می کند که در جهان امروز موضوعی هست که غیر سیاسی است یا حرف آدم بیخیالی است که حالا خودش به ساحل رفاه رسیده و حاضر نیست برای آنان که هنوز میان موج و طوفان گرفتارند تناب کمک بیاندازد. برخی نیز بر فرهنگی بودن اصرار می‌ورزند چون می‌گویند که سیاسی بودن از تخلفات حقوق بشری حرف زدن و از شرایط تیره امروز ایران سخن گفتن مایه آبروریزی است یا خلاف رفتار میهن دوستانه. در آمریکا فراوان مهمانی‌های برگزار می‌شود که ایرانیان در آن از شکوه تخت جمشید و عظمت کوروش کبیر حرف می‌زنند. گویی که میهن دوستی یعنی یک جور آبروداری. حالان که اگر به نمونه‌های تاریخی مؤثرترین شخصیت‌هایی که نقش مهمی در بهبود جامعه خود ایفا کردند نگاه کنیم، می‌بینیم که آن شخصیت‌ها در عصر خود مهمترین منتقدان فرهنگ و سیاست مملکت خود بودند. اینکه امروز مجسمه این افراد را در میدان‌های شهر فراز می‌کنند، اتفاقی است که سال‌ها بعد افتاده است. آنان به وقت خود منتقد بودند و مایه دردسر و تحت فشار از همه جانب. سال پیش در شهر واشنگتن در امریکا یک مجسمه از مارتین لوتر کینگ احداث شد. او در عصر خود جز اینکه در برابر فرهنگ و کشور خود آینه بنهد تا کمی‌ها و کاستی‌های فرهنگ و ملتش در آن منعکس شود کاری نکرد. در حقیقت آبرو و افتخار ملی فقط و فقط ساخته و پرداخته تلاشی است که یک ملت برای از بین بردن ظلم و ایجاد یک جامعه منصفانه می کند که یک بار آبروی ملی یک داده خدایی و تاریخی نیست که یک بار نصیب یک ملت شود و همیشه بر جا بماند. پدیده ای است که به سبب مبارزه یک ملت برای به دست آوردن یک جامعه عادلانه به وجود می آید. همین است که آلمان امروز که مهمترین و قدرتمندترین کشورهای جهان است، پس از گذشت بیش از 70 سال هنوز از جنگ جهانی هنوز در خود تفحص می‌کند و با این سوال که چه شد که کشورشان رهبری چون هیتلر را به قدرت رساند فکر می‌کنند و از پرداختن به آن سیاه‌ترین فصل تاریخ اروپای قرن بیستم نه تنها ابایی ندارند بلکه آن را ضروری نیز می‌دانند. به این سبب است که آلمان امروز در اروپا تحسین برانگیزترین و قابل احترام‌ترین کشور اروپایی است. این آلمان است که در برابر تبعیض علیه مسلمان‌ها قد علم می‌کند و درهای خود را به روی پناهندگان درمانده سوری، عراقی، ایرانی باز می‌کند. در واقع این برخورد آلمانی‌ها به وضع بی‌آبرویی سال‌های 1940شان بود و نحوه‌ای که از آن وقت تا امروز آنان با عوامل نژادپرست خود برخورد کردند که باعث سرافرازی امروز آنان است. برای ما ایرانیان نیز راهی جز این نیست که خود در کاستی‌های جامعه‌مان در بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌هایش تفحص کنیم و در صف مهمترین و اولین ناقدان فرهنگ و جامعه خود قرار بگیریم. برای آنکه ملتی بتواند به گذشته خود فخر بفروشد، باید بتواند که در امروز نیز حرکتی شایسته آن گذشته باشکوه انجام دهد. این حرکت چیزی نیست جز تلاش برای ایجاد یک کشوری که در آن بهایی حق تحصیل داشته باشد، زن حق ورود به استادیوم فوتبال، همجنسگرا حق زیست، کشوری که در آن زندانی سیاسی وجود ندارد چون آدمها به جرم باورشان حبس و شکنجه نمی شوند، کشوری که در آن نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار حق گفتن هر آنچه که می خواهند را دارند. آبروی ملت در گروه این است که هر کدام از ما به منتقدان تیز قلم و تیز سخن زادگاه خود تبدیل شویم و برای نسل بعد از خود میراثی از مفاهیم تازه به جا بگذاریم تا آنان بدانند که آگاهانه زیستن یعنی فرهنگ داشتن و آگاهانه سخن گفتن و منتقد بودن یعنی میهن خود را دوست داشتن. متشکرم.